چشم آدم درویش مسلکی بود، آدم لاج و مشتی بود و با همکاراش خیلی خاکی بود و خیلی کمک میکرد، تو جاده میمون کمکش میکرد و یه چند سالیه پیداش نیست دیگه، حالا نمیدونم کجا رفته کجا نرفته، پیداش نیست. ده سال پیش مشتری ما بود، میومد اینجا، بعد از اون رفت روس، سمت روسیه رفت، اون یه مدتی مثل اینکه مدارکاش نمیدن چجوری شد اومد و ماشین فروخ. بعد ما از اینو میپرسیدیم از راننده، گفتن که مثل اینکه راننده الان رانندگی میکنه، ماشینش هم فروخته. بعد دیگه بعد از اون ما اطلاعی نداریم، خبر نداریم، دیگه هم ندیدیمش. از بچه ها میپرسیدیم، میگفتن رو ماشین کار میکنه، دیگه اطلاعی نداریم. بعد از آخرش رفت رومانی، رفت رومانی با ترانزیت بود، میاد رفت رومانی و برگشت اومد ماشین رو فروخت و دیگه نیدیمش. ما الان در مورد شخصیتی میخواییم صحبت کنیم که به نوعی هویت خودش رو بعدن کم میکنه. این شخص زمانی که از مادر متولد شد حدودا میشد بچه پنجم بگی، ولی متاسفانه بعد از 3 سال شناسنامه اینو با شناسنامه برادرش عوض میکنن، برادرش رو با شناسنامه این دفن میکنن. این 5-6 سال اختلاف باعث میشه که دیر شناسنامتن دیر مدرسه میره، ولی در اصل 3 سال و نیم بیشتر نداشته که بیا مدرسه میره. این بچه وقتی جا به جا میشه و میره مدرسه، به صورت کودن میشه، هر کس به صورت یک بچه نفهم و بیشور یاد میکنه، هم از همکلاسیاش کتک میخوره، به اصطلاح بازیش نمیدن، هم از لحاظ این که اصلا نمیتونه با اونا بازی کنه. حتی معلم ها مسخره میکنن، حتی معلم ها متوجه نمیشن که این سنش کمه. بالاخره در عرض 9 سال طول میکشه 6 کلاس درس میکنه. اون موقع این یواش یواش میخواد مثلا با پسرهای دیگه، مثل پسرهای دیگه مثلا هم دوره‌هاش باشه، چیز باشه، بتونه با اونا بازی کنه، میبینه رابطه نمیتونه برقرار کنه. بچه های دیگه به عناوین مختلفه اذیتش میکردن، چون حرکاتش زیاد به مرد شبیه نبود. اون ازدواج میکنه، بعد ازدواج اجباری، خیلی اجباری که نه دست خودش بود نه اختیاری داشت، فقط به خاطر اینکه پدر مادر به قول گفتنه خوشحال باشه، دیگه برو حرف اونا حرفی نزده باشه. خب فکر میکرد، میگفتش که برفرضم که اگر نشد به علت نداشتن فرزند شاید طرف طلاق بگیره و بره، دیگه دست از سر این بردارم. ولی متاسفانه به این شکل نشد. اون خانم موندش با اینی که 3 روز اون فرار کرده بود از خونه، پدرش میاد دنبالش رو پیدا میکنه و میبره خونه، میگه ببین اصل ماجرا رو به
زنه میگه، میگه من اختلال هورمونی دارم، من اشکالاتی دارم، من نمیتونم همه چیزم برابر مرد باشه. اون موقع عنوان میکنه که من باید لباس زنانه بپوشم، من باید آرایش کنم، نمیتونم این کار رو نکنم. میتونی با من از بمونی بمون، اگر نمیتونی میتونی بری. اون زن چون قسم خورده بود که با کفن بیاد و با کفن بره، با لباس سفید بیاد و با کفن بره، اونم قبول کرد. قبول کرد. بالاخره دیگه دوتاشون همه همدیگر میدونستن که چی به چیه. داره دو پسر یک دختر شد. توی این مدت دیگه اون شخص سعی میکرد هر کاری که مردم انجام میدن همون کار انجام بده، ولی نشد. حتی چون کارش ترانزیت بود، لباس های به اصطلاح همینجور راننده ها میپوشن، به این صورت لباس میپوشید، بلکه این هویت به اصطلاح پنهانو بیشتر پنهانش کنه. تا اینکه یه چند سال تو ایران کار کرد با تریلی، بعدش شروع کرد به ترانزیت کار کرد. بعد دید برای جبهه راننده میخوان. حدوداً دو سال چه با اتوبوس چه با تریلی کمرشکن تو جبهه بود. مسکو بود که یک به اصطلاح برنامه برش پیش اومد و یک گریه و ناله و زاری داشت با خدای خودش که گفتن اگر رفتی تهران، وقتی رسیدی تهران یک نفر تو رو به جای دعوت میکنه، برو نترس. اونم همین کارو کرد. وقتی رفت بارش آلمان خالی کرد، برگشت ایران و با اون شخص آشنا شد و رفتن دیدن داخل شدن مراسم درویشیه. اونم داخل محرمزون بود. شبهای احیا بود. بعد اون شبهای احیا تو خونه یک شخصی جمع خونه بود که درابش جمع شده بودن از مت علی میخوندن. اون فکر میکرد که تو اینجا اومده چیزی بلد نیست، چی کار باید بکنه، این چی کار بکنم چی کار نکنم. برای این یک به اصطلاح پوان سختی شده بود که نمیتونست اونجا رو، نمیدونست آداب و معاشرت اونجا رو، نمیدونست که حالا چجوری بود، خدایی بود، ذهنش رفت. یک ذکر سماع مولانا جلوی چشمش رد شد. اینم چون واقعا از اون لحاظ گیرندش قوی بود گرفت و اون شبم رقص سامای قشنگی داشت، حال خوبی دیدم. تا اینی که پیری این برنامه رو میبینه میگه خب تو بیا تو مراسم ما شرکت کن. اون بالاخره از هفته آینده هر هفته میرفت خونه اون پیر که در هفته اول نه هفته دوم، چون از لحاظ سنت پیغمبر میتونست
سنت پیغمبر رو به جا بیاره و خیلی چیزا از شریعت اسلام میدونست به راه طریقت میشن. به اون شخص الهام شد که تو دیگه مردی، تو دیگه به هیچ عنوان نمیتونی از به اصطلاح از دنیا بخوای بهره‌ای ببری، برو کاراتو انجام بده. خونه داشت، خونه رو فروخت، بدهی مردم رو داد، بعضی از طلباشو تونست وصول کنه، بعد یواش یواش شروع کرد با همه خداحافظی کردن. یه زندگی که تا به اصطلاح حد متعارفش که باشه برای بچه‌هاش درست کرد و تا اینکه دیگه با همه که خداحافظی کرد به همه میگفت، میگفت دیدار ما به قیامت. پدرش هم که مرده بود تمام کارش انجام داد، از خواهرش خداحافظی کرد، از دوستانش خداحافظی کرد. بعد از اون رفت دنبال سرنوشتم خودش، چون دیگه کسی رو نداشت، تنهایی تنها بود. تنهایی هم بد دردیه، انسان تو مملکت خودش باشه، به اندازه موهای سرش دوست داشته باشه، رفیق داشته باشه، تنها بمونه. تا اینکه شبی تو خلوت خودش با خدای خودش راز و نیاز میکرد که دیگه چیکار کنم، پس مرگ من کی میرسه. بالاخره طولی نکشید که به دادسرا رفت، موضوع رو با قاضی در میون گذاشت. قاضی معرفی کرد برای پزشکی قانونی، پزشکی قانونی معرفی کرد به انستیتو روان پزشکی. انستیتو روان پزشکی بعد از 6 ماه نامش رو صادر کرد مبنی بر اینکه این ترانس سکسوال. اون گفتش که من میخوام برم خارج از کشور، این یه عملی دارم انجام بدم برگردم. اون رفت یک نامه ای رو قاضی نوشت آورد داد پزشکی قانونی. خودش بعد از 45 روز رفت پیش پزشکی قانونی که جواب بگیره، ولی جواب سربالا دادن. قاضی دفعه سوم تخصصی خواست. وقتی که تخصصی از پزشکی قانونی خواست، اینا تخصصی یه چند تا خانم ماما بودن، ماینش کردن و همهشون رأی بر این دادن که این از لحاظ سینه، از لحاظ بدن، از لحاظ همه چیز، از لحاظ فکری، حسی، از لحاظ عاطفه، همه چیز زنه، مرد نیست. رفت پیش قاضی و قاضی هم حکمی رو صادر کرد و بر طبق اون حکم اینم رفتار کرد و شناسنامه‌شو گرفت. گفتنش یه مقدار سخته، تو زندگیم مثلا این شکلی برای گفتنش سخته، ولی خب همه جا من گفتم. الان بچه‌هام دور و بر خونه و اینا همه میدونن، هر کس میاد عکسمو نگاه میکنه میگه خدا بیامرزه، خدا رحمتش کنه. به خدا ولی من تو همون خونه میرم میام. نمیشناسم. نه اینطوریه، مرده بودن مردم، یعنی این شخصیت واقعا مرده دیگه. از قدر طالب زاده ای که مردونه لباس میپوشید، مردونه میگهشت، به مثلا اون برنامه ها رو داشته اینا، اصلا به این بیجیگی اصلا آدم نداریم دیگه.
پس اون کاملا مرد. الان منم به قول گفتنی هستم دیگه، نه به قول گفتنی از لحاظ هورمونی ایراد دارم، نه از لحاظ جنسی ایراد دارم، از هیچ. بالاخره اینطوری باید زندگی کنم. داری میگیدی نرم؟ ولی متاسفانه ایران به چشم دیگه نگاه میکنن. حتما خیال میکنن که با تریلی به اصطلاح رانندگی کردن حتما باید هیکل درشتی باشه، شکم بزرگی باشه، قد قواره خیلی بزرگی داشته باشه تا بتونه اون ماشین رو ببره. اون ماشین با فکر نه با هیکل. ولی متاسفانه تو ایران جا نیفتاده، هنوز مردم نمیدونن که فرقی بین زن و مرد نیست در مورد شغلشون. در هر جا چه میخوایم خونه بگیریم، مخصوصا برای مجردا، تو هر آپارتمانی هر کسی به عناوین مختلف تهمت‌هایی میزنن چون مجرد زندگی میکنه. مجرد زندگی کردن مگه جرم؟ مگه راننده بودن جرم؟ صبح تا عصر مجبورم دنبال کارهای اداره ایم برم، چه بیمه، چه دیگری، چه کارهای دیگه. اصلی هم که اومدم خسته بوده میگیرم میخواه. بعد از اینم هم کارم و هم با قول گفتنی ازدواجم، من مجبورم یه نفر رو انتخاب کنم که اون هم راننده ترانزیت باشه. لااقل با خود من بره، با خودم بیاد، هم کمکیه برای من، هم من کمکیم برای من. بعد از اینکه اون شخصیت دیگه وجود نداشت و از کلن با همه هم خداحافظی کرد و دیگه به هیچ کس تعلقی نداشت، با هیچ کس آشناییت نداشت، چون شخصیت جدیدش یه شخصیتی بود عاطفی، یه شخصیتی بود غیر از اون شخصیت، یعنی کلن همه نوع از هر لحاظ این شخصیت عوض شده بود. اون شخصیت خودم هستم که به نام ماریا پاک‌گوهر. ولی با من بد نبود همه این تیکه. گفتم اون شخصیتی که کلن به اصطلاح با همه خداحافظی کرد و از آمار کل کم شد و الان به نام خانوادگی اون شخص دیگه یه همچین کسی نیست. نه، بعد این یک کلمه رو نمیخوام بگم. ها؟ تمام غرب تهران همه به فامیل میشناسن، به اسمم که خدا پدرتو بیامرزه، جاده صابه همه میشناسن. والا خیلی هم آدم درویش محصوله که لوچی و توی هم چند سالیه ندیدیمش، یه از رومانی برگشته، موهای بلند و ریش و این سیبیلی های مشتی و خیلی باحال بود دیگه. چیزی هرچی میگم کم گفتم درباره اش، خوبیاش، همشتی گیریش، همچین موهای بلند داشت و تا اینجا هم ریش و هرین بارم که دیدیمش یه ریش بلندی داشت، یه موهای داشت، بعد تصویر هم داشت، تقریبا مثل تیپ درویشا داشت. به این وضع قیافه دیدمش دیگه ندیدیم دیگه، من دیگه بعد اصلا دیگه ندیدمش. از بچه‌ها میپرسیدم میگفتن رو ماشین کار میکنه دیگه، دیگه از هر کی پرسیدیم اطلاعی دیگه نداریم. ها 10 سال پیش این اینقدر بچه سالمی بود، مثلا ماشین به اون گرونی 70-80 میلیون ماشین، 100 میلیون ماشین، طرف ماشین ترانزیت داده دست این بهش میداد میرفت کار کنه بدون هیچی. اینقدر این بچه سالم و مطمئنی بود. اگر نظرتون باشه روز اول که با هم صحبت کردیم توی مطب دکتر گفتم در مورد اصغر طالبزاده اصلا صحبت نکنید، با هر چی بگه جواب میدم، فقط این اسم و فامیل وجود نداشته باشه. مورد مسخره قرار میگیرم. همه میگن ها، مردی خیر نیدی، زنم شد، فلان شد، بسار شد.
راننده جماعت مصیبت داره بینشون زندگی کرد. مخصوصا که من دوباره دارم میرم تو همون قشر. زنن که من برم پیششون. قبولتون کردن دیگه راحت؟ آره قبول کردن که قبول کردن. با خانومتون چی باشه؟ نه نه خانوم زنگ میزنه دیگه. چطور خانوم؟ حالا چی شد که مریض شدی؟ نمیدونم ایستفراغ رو خب تو دیشب نمیتونستی به من زنگ بزنی من بیام خونه؟ بچه هم؟ بیست بچه هم فاطمه اونم بیست افراد سرم اونم اصلا کن با مرزم نمیرسی اون اصلا دیگه نگاهش نکنم خودم مردم اونم بهار و خودش منم بهار و خودم میبینم از روز عرض میبینم از خانه ما رو چیز کردن. خب گفتم اگر مقدار چیز اسپند چیزی دود میکردی آ دیشب مگه من تلفنی با با فاطمه صحبت نکردم؟ خب میگفتی من بلند شدم میومدم اونجا. حالا ببین زنگ بهت میزنم بعدا زنگ میزنم ببین اگه حالا خوب نشود من فردا بیام. چه حالا خوب نیست جفتاز فردا بیام لاغر قضا درست کنم بچه ها قضا بخورم. یه چیزی میخوام که حقیقت گفته میشه. تیس بودم عمل کردم کار به میزنه چون زنم. من 4 سالم همه مدارکم درست دولتم قبول کرده. الان هیچ کس قابل قبول نیست برای پول کجا میاوردم میخوردم. آیا شما به من قرض میدادی؟ شما به من کمک میکردی؟ ارگانی به من کمک کرده؟ وقتی که نداشتم بخورم وقتی که دست نمیتونم بزنم به عمل خلاف واقعا امثال ما قابل مقایسه با کسی دیگه نیست. باز اون فاحشش زندگیش بهتر از ما لااقل اونو میگن زن بوده. بدبختی ما یکی دوتا نبود همه جا به بنبست میخورد. از اون زمانی که پا دنیا اومدیم نس بوده برای ما تا خیلی عرض میخوام سگ اینطور زندگی نم که من دارم زندگی نه شب دارم نه روز دارم نه خواب دارم نه آرامش دارم الان هم این زندگی من. بعد از 25 سال دوستی و رفاقت و فامیلی و فلان و این آخر به اینجا رسیدم که با 3 تا بچه‌م چیکار کنم. الانم اونا دارن میگن درسته با من رفت آمد میکنن، درسته منو دوست دارن، درسته دیگه منو قبول کردن، ولی دیگه الان میرم خونه حکم پدری رو ندارم. اسم من که محمده، فامیلیم هم که طالب زاده. پدرمون آقای اسخر طالب زاده بود تا بودن 3 سال یا 4 سال پیش. 3-4 سال پیش دیگه تغییر میگن چی میگن جنسیت داد و شدش ماریا طالب زاده. بعدشن شد ماریا پاکگوهر که الانشم خب میشه گفت مادر دوم دیگه. دیگه نمیشه گفت اون مثلا پدر ولی میشه گفت مادر دوم. کار من که جور نمیشه. چطور؟ هر جا برم جور نمیشه. امکان نداره. برای چی؟ امکان نداره. کار زنونم که بقول گفتنی چه
4 5 تا برام پیدا کردن 70 تومن 80 تومن من با 70 80 تومن کرکونه بدم وام نوازنگیزی شد رفتم تو یکی از ارگان‌ها که میگفتن ما اینقدر وام میدیم اینطور میکنیم اونطوری وقتی که رفتم اونجا به من میگن که بقیه چطور پول در میارن تو هم برو همینطور پول در بیار من نیستم من مثل اونا نبودم من به قول گفتن تو شغلم بودم بر سرم تو کلاک خودم بود به عناوین مختلف خودم رو یه جوری راضی میکردم تو همون برنامه بمونم حالا آخرش زد و به بنبست خورد و اینطوری شد به خاطر برنامه های متعددی که پیش اومد اینطوری شد حالا من باید چیکار کنم؟ کار نکنم چقدر؟ چجوری؟ بخوام برم فحشا؟ فاحشه بشم نمیشه من نمیتونم کنار اومدن نداره که یه موضوعی که تقدیر تعیین شده از قبل برای انسان برای ما هم اینجوری بوده دیگه حالا چی بخواییم بگیم هیچ احساس خاصی نشه تغییر اصلا نشده این جدا داره زندگیشون میکنه ما هم برای خودمون زندگیمون میکنیم یه کمی سخت‌تر خب سختیاش چیه؟ همون سختیاش رو میخوام بدونم سختیاش بیشترش مادی بوده برای من نه البته ولی برای مثلا مادرم یا مثلا خواهر برادرم برای اونا مادی مشکل بوده برای ایشون هم خب البته مهم نیست براش ولی برای اینم یکی مادی مثلا مشکل پیش اومد یعنی تاثیر حسی نداشته دوستش داری؟ خب از تقریبا چلی خودش بی نباید بگم آخه نه بگو ولی از تمام مثلا کسایی که دارم حتی مادرم که میگن چیزه حتی هر که کسی دیگه ای نداریم دیگه میشه گفت از تمام کسا بیشتر دوستش داری؟ از تمام کسا علاقت هم نسبت بهش پدرانه است هنوز؟ آره پدرانه است یعنی یه پدر دوستش داری یا نه؟ نه برای من گفتم تغییر حاصل نشده بازم اندازه هم قبلا اینکه دوست داشتن الانش هم بیشتر شده کمتر نشده همه چیز صدا میکنه بابا مامان دوم که خیلی نمیشه گفت نمیشه ولی بابا میگیم چون اول هم میگوتیم بابا فقط پشت این زنگه بخوام بیام تو خونه با این همسایه‌اش میگم پسر ماریا خانم هست یعنی بقیه جا باباست ما بیشتر جاها خب که چیزی که گفتیم که مثلا فوت کرده خب مثلا همسایه فلان کسایی که دور و بر ما هستن فوت کرده و بعضی هم کسا هم که چیز بوده گفتیم رفته نیومده دو حالت بیشتر نداشته اونا که مثلا خیلی نزدیک بودن گفتیم مرده چیزی در پیش نباشن بعضی هم که خلا من دوستان فلان اینا گفتیم رفته نیومده کنن جدا شدن رفته دیگه حالا خارج از کشوره چون هم میدونستن رانده ترانزیت بوده میدونن رفته خارج از کشور نیومده دیگه خبری ازش نیست چون حالت چیزی هم داشت چون قول خودش درویش بوده بعد همه میفهم کنم مثلا رفته دنبال درویشی و این چیزا رفته مثلا سیر و سلوک کنه خود همون نیومده من بیشتر موقع گریه میکنم ولی من الان که حاضر شدم جلوی دوربین شما باشم فقط به خاطر اینی که بعد از من یه همچین برنامه پیش نیاد تو رو خدا این افرادی که پزشکایی که میگن موافقت میکنن با هورمون درمانی واقعا بدونن این XX نیست XXX نیست هموفرودیت نیست اینو بدونن 100% بعد با هورمون درمان موافقت کنم الان من چه موندم زندگیمو فنا میکنم زندگیمو متلاشی میکنم زندگیمو داغم میکنم ولی
میخوام تو این جامعه بدونن بابا یه قشری مثل ما هستن واقعا مظلوم قرار گرفتن. حمایت به هیچ عنوان نمیشیم. در رای مثلا هر کسی تو این رای طریقت که میاد درویشی به قول عوام یه قولون استاد میخوام. ما یه استادی داریم که خب عام برای همه است که اون شیخی بود که دیدید شما. بعدش هر کسی هر شخصی دونه استاد خاصی هم میخواد برای خودش که مثلا راه ببرتش تو این راه طرف خداوند. یه دونه اونم میخواد که این هم همین باباست به قول خودم. بابات؟ آره. این حالت الان تقریبا استاد داره. یعنی من بیشتر اوقات هم میام اینجا حالت استادی داره دیگه. هم بابا هم استاد. من تصال تو جیب خودم دیم. من خواستم نونم از بازه خودم در چون من سوهم دیم. امیدوار بودم کارم درست بشه بتونم هم زندگی خودم بگردونم بدون خمام هم بچه هم سپورت کنم. کشور خدمتمو کردم، دو سال جبهه بودم، برادر شهید هستم. من برعکس تیسای دیگه هستم. تیسای دیگه؟ اولش بی پولن، پول ندارن حتی یک دهم خرج عملش برخواه در میارن. میرن کار میکنن، میرن فحشا میکنن. ولی من نه، من نمیتونم، من نمیتونم اون کارو بکنم. من از اول درست زندگی امکان نداره دست مرد غریبه برم کاره. تنها کسی که با من بود اسماعیل بود، اونم سیغش بود. اگه قرار دست کسی به من بخوره بهتر اونه که بمیره. من تغییر ندادم که بخوره. چون بدون کار نمیتونم بگم از زندگی کنم. چون کی از این به من کمک کنه؟ دیگه الان همکاری ندارم که بخواد به من کمک کنه. دوست و رفیقی ندارم به من کمک کنه. هیچ اداره ایم من قبول نمیکنه. هیچ جا هم نمیتونم من کار کنم. باید چیکار کنم؟ باید بسوزم و بسازم، گورم و گم کنم، بعد آخرشم برم. چون الان موندم فقط برای بچه هم اتمام حجت بشه. کارم درست نشد تو ایران.